ساعت 7 شبه، ظهر، غروب، شب، نمیدونم. این دو روز احساس میکنم درسته داره ولاگ نگرفتم، ولی that's okay. ای وای، اگه از مو اینا چندشتون نمیشه، این موهایی که توی 10 دقیقه اخیر از کله من کنده شده. چرا؟ چون نمیدونم، داشتم هی هرس هیچ کاری نمیکردم، قشنگ نشسته بودم به روبرو خیره شده و این کار میکردم، هی هرس میخورم. کنده شد، همه کنده شد. نه بازم هست. نمیدونم چرا امروز موهام انقدر زیاد ریخت، آنورمال زیاد. بعد یه سریش هم چند روز پیش سر کار ریخت، هی همه جا گیر کرد. گفتم جلوی موهام رو میبندم تو دست و پام نباشه، پشتش تو دست و پام بود. مثلا یه چیزو میبردم گیر کرد تو موهام، یه تق نصفش کندش، اینجور صدای کشکه اینجوری کشیده میشه رو داد، اصلا اینجوری شدم. خیلی کار دارم، حوصله اینم که بشینم اینجوری کارهای کیوت بلاکتورینو بکنم ندارم. دو روزم پس اینجوری نکردم. این ببینین ذوقم چقدر زیر صفر بوده. امروز 10 من حتی 9 باز نکردم. گایز بزن 10 رو بخونم اول. چقدر این زاویه بدم میاد، بیانیم. نیل پالیش هم لاک خودمون. بچه ها اول اینکه ببینید چقدر کوچیکه، دوم اینکه تو این 2 قطره هم لاک نیست، حداقل بعد آدم اینجوری انقدر باشه آدم بکشه این طرف. میدونی مشکل من چیه؟ من همش یادم میره که ولاگمس چقدر کوتاهه و مدرسه من تا 2 روز قبل اینکه ولاگمس تموم بشه ادامه داره. من همش اینجوری بودم که اوکی حالا مثلا کارهای کریسمس رو میذارم توی تعطیلاتم، توی تعطیلاتم، چون من 2 هفته تعطیلات داشتم. من فکر میکردم مثلا این 2 هفته کلش تو ولاگمس، من مثلا 14 روز وقت دارم که براتون دوباره هر روز ولاگ بذارم، کارهای کریسمسی بکنم. ولی امروز 10 و من هنوز 12 روز دیگه مدرسه دارم و هیچ کار کریسمسی اونجوری به جز کریسمس مارکت و اینا نکردم. یعنی هنوز دکورم هم حتی عوض نکردم. این چه زندگیه؟ نه هم وا میکنیم چون دیروز وا نکردم. آی برو پنسل، مداد ابرو قهوه‌ای. خیلی به دردم میخوره قهوه‌ای. به درد نمیخورم. دلیل اینکه امروز به هیچ کدوم از برنامه هم نرسیدم اینه که دیشب تا دیر وقت بیرون بودم. دیشب من فکر کنم 12:30 رسیدم خونه. اصلا پلنم این نبود انقدر دیر بیرون باشم و هیچ وقت پلنم نیست انقدر دیر بیرون باشم. همیشه وقتی که دیر بیرونی روز بعدت کلن خراب میشه. امروز تا ساعت 12 گرفتم خوابیدم چون به خواب احتیاج داشتم. و از صبح مثلا اون از ظهر اون حالت این که هنوز روز شروع نشده، هنوز چی شروع نشده دارم، نمیتونم هیچ کاری بکنم، اینجوری شلوولم، یه حالت بدی دارم. برای دشمنم هم این حالت آرزو نمیکنم وقتی این همه کار داره. فردای امتحان دارم، پس فردای امتحان دارم، پس اون فردای امتحان دارم. برای امتحان فردا بعد واقعا بشینم بخونم. تو پلنم برای الان اینه که بشینم درس بخونم. برای پس فردا نمیتونم درس بخونم ولی تکست رو حفظ کنم. ایشالله که تو طول روز حفظ میکنم پس فردا. چه حالا فردا؟ فردا بهتون میگم چرا نمیتونم درس بخونم. یه گلی کاشتم برای خودم، دست گله. anyways دیشب که بیرون بودم به یک سری مسائل توجه هم جلب شد که احساس کردم خیلی مهمه. مخصوصا دخترای اینجا هم این مسائل رو بدونن و در نظر داشته باشن. حالا این مسئله راجبه چیه؟ به عنوان دختر تنها شب بیرون بودن. خیلی خیلی مسئله یکی جای حرف زدن زیاد داره و توی دنیای ایدئال، توی یه جایی که همه چی مثلا برای همه توضیح داده بود، نمیدونم یه کلمه هست که ما تو فارسی نداریم، اگه همه متوجه یه سری چیزا بودن اصلا توضیح دادن اینجور چیزا یه چیز خنددار و مسخره‌ای بود. ولی متاسفانه نیستن. یعنی اکثر آدم مخصوصا تو ایران، مخصوصا تو کشور جهان سومی نیستن، متوجه این چیزا نیستن. و احساس میکنم که ماها به عنوان دختر باید بیشتر حواسمون باشه، مخصوصا وقتی که شب تنها بیرون میری حواست به همه چی باشه. من خودم خیلی آدم نترسی بودم، یعنی اینجوری بودم که نترس حرف درستی نیست، آدم احمقی بودم. یه مدت اینجوری میکردم که خب
من که دفاع شخصی بلدم، زورم هم که زیاده، کسی بخواد بهم چپ نگاه کنه میزنم داغونش میکنم. و یکم به این فکر کردم، یکم نشستم رفلکت کردم، اینجور بودم که من وقتی که آماده نم، اصلا وقتی هم که آماده باشم در کنار یک آدم گنده، یک مرد گنده، هیچ شانسی ندارم، هر بلایی بخواد سرم بیاره. بعد نشستم یکم مثلا چیزها رو نگاه کردم، داکیومنتری های قتل و اینا رو نگاه کردم، اینجور بودم هیچ شانسی ندارم. و یاد گرفتم یه سری جاوبت بیشتر حواسم جمع کنم، و وقتی که حواسم جمع کردم خطر رو خیلی بهتر شناختم، بهتر دیدم. دیشب هم یکم یه حالت خیلی بدی بود، به خاطر همین لازم دونستم بیام این نکته ها رو به شما هم بگم. دیشب تو نوت گوشیم نوشتم، بعد نصف شب هم اووردم روی دفترم نوشتم که یادم نره. اول از همه این که تا جایی که میتونین تنهایی تو شب بیرون نرین. شب منظورم حالا ساعت 7-8 غروب نیست، البته موقعی که تاریک میشه اصلا سعی کنین بیرون نباشین، ولی اگر هم هستین بعد یه سری نکات هست که حواستون رو مش جمع کنین. من این که تا جایی که میتونین که با گروه برین دیگه، اگه نشود و هیچ راهی نداشتین و مجبور بونی یه مسیر رو تنهایی برین و اینا، همیشه تا جایی که امکانش هست لباسای گشاد بپوشین. میدونم خیلی احمقانه است، یعنی به دختر باید بگیم که یه لباسی بپوشن که اتفاقی برشون نیفته، ولی لباسای گشاد کمک میکنن اینکه آدما بهتون نگاه نکنن. یعنی آلمان که کشور آزاد، جایی که نمیدونم امنیت زیاده، پلیس همه جا هست، مردم حواسشون هست، من خودم به شخصه جرئت نمیکنم با دامن بعد ساعت 8 برم تو مترو. اصلا دامنم نه، با لباس یکم تنگ تر، با لباسی که آستین نداره. خیلی مسخره است، خیلی مسخره است، ولی اینجا پر خارجیه، پر خارجیایی که مثلا از کشورهای جهان سومی، مثلا ایران، افغانستان، نمیدونم عربستان، سوریه، اینا میان پرن. اصلا دارم مسیر رو اشتباه میرم. مشکل جایی که آدم ها میان نیستن، مشکل طرز فکرشونه که مشکل داره، و ماها باید حواسمون جمع باشه که اون آدم مریض به ما آسیبی نرسونه. این از این. هیچ وقت موزیک تو گوشتون نباشه، یعنی وقتی که بیرونین به هیچ عنوان همچین چیزی رو سرتون نباشه، اگرم هست بدون موزیک باشه، یعنی یه جوری باشه که شما شیشتونگ حواستون به دروبرتون باشه. سرتون رو تو گوشی نمی کنین وقتی بیرونین، وقتی بیرونین نمیدونم نمیگیرین نمیخواب اینجایی. من خودم عادت دارم تو مترو میخوابم، ولی شب عمرن یه جوری باید باشه که اگه یه نفر یه دونه پیست زیر گوشتون گفت پست بفهمین، یعنی بتونین سریع ریاکشن نشون بدین، تو حالت آماده باش باشین. تا جایی که میتونین با مردا مخصوصا چش تو چش نشین. خیلی ها فکرهای عجیب غریب پیش خودشون میکنن حتی با یه لحظه. سعی کنین همیشه یه چیزی برای دفاع کردن از خودتون تو جیبتون باشه. یه سری این جا کلیدی هایی که توش اسپری فلفل و نمیدونم از این چیزا که با شیشه رو راحت میشکنن و چاقو و اینا دارن، اگه اونا دارین همراهتون باشه. اگه ندارین مثل من یه مدادی، نمیدونم یه کلیدی، چیزی دم دستتون باشه. من همیشه کلیدم تو جیبمه، اینجور مواقع اینجور تو دستم میگیرمش، اگه یه اتفاقی افتاد بتونم سریع درش بیارم و خودم یه جوری بالاخره دفاع کنم. مداد خودکاری نه، همه چی جواب میده. برین یکم گوگل کنین میبینین با چه چیزایی میتونین از خودتون دفاع کنین. و وقتی که دیر بیرونین حتما که اولا به بقیه بگین کجا این چیکار میکنین، این خیلی مهمه. در کنارش لوکیشنتون رو با خانواده، با دوستا، با یه نفر که بهش اعتماد دارین شیر کنین. من دیشب بیرون بودم، لوکیشنم هم با مامانم شیر بود، هم با بابام. همین که هر دقیقه داشتم زنگ می‌زدم دیگه، آره الان اینجام، الان اونجام، مثلا چند دقیقه دیگه میرسم، اینجا میتونی بیای مثلا دنبالم اگه تا این ساعت نرسیدم. خوبه که در جریان باشن، مهمه. حالا حتما نباید مامان باباتون باشه، خیلی ها رو میشناسم میپیچونن میرن بیرون. یه نفر که اعتماد بهش دارین و حتما حواستون باشه که حواسش بهتون هست. اینجوری اگه یه جای احساس خطر کردین حتما برین. اگه یه گروه دیگه اینا بودن پیششون بشین، مثلا یه جور رفتار کن که ای من فلانی رو میشناسم، ای سلام فلانی. خدا آدم هم معمولا اینجور وقتا میفهمن چی شده، اونا هم ادامه میدن. خب اگه دیدین نه هیچکی اونجا نیست، سری زنگ بزنین به تلفن، مثلا حالا یا زنگ نزدین، کسی هم در دسترس نبود، گوشی رو بگیرین صحبت کنین، یه جوری رفتار کنین که انگار دارین با باباتون با یه آدمی که نمیدونم حواسش بهتون هست صحبت میکنین. آره فلانی من الان اینجام، نمیدونم چند نفر دیگه هم به جز من توی اینجا هستن،
من انقدر دیگه میرسم خونه، حواست باشه که طرفی هم که نمیدونم داره هزار تا نقشه شوم میچینه بدونه که اوکی اگه من الان به این حمله کنم یه نفر دیگه اون پشت منتظرشه، میاد دوباره پیدا میکنه. در کلم مثلا از خیابونای خالی و اینا سعی کنین نرین، راه جنگلی اینا نرین. یه جایی اگه یه گروهی چیزی دیدین نزدیک به اونا راه برین، یه جایی که خیلی خالی باشه رو میگم نرین. توی مکانهای عمومی شب دیر وقت هیچ وقت گم شده به نظر نیاین، هیچ وقت نگران جایی رو نگاه نکنین. آدمایی که کارشون اذیت کردن دیگران باشه اینجور چیزا رو زود متوجه میشن. اگه تو نمیدونم دو دفعه اینجوری نگاه کنی این ایستگاه رد کرده، یا نمیدونم دنبال یه چیزی بگردی نگران به نظر بیا اینجوری باشه که گم شدی، میخوان بیان کمک کنن و بعدش یا میدوزدنت یا هزار تا بلا سرت میارن. چیز مهم دیگه برین کلاس های دفاع شخصی. از این کلاس های دو سه روزه هم هست که یعنی مثلا فقط خیلی مفید و مختصر به نشون میدن که چجوری تو شرایط خیلی بحرانی از خود دفاع کنی. حتما نباید مثلا 10 سال 20 سال کلاس بری. اینجور کلاس هم هست، نه اگه دسترسی به اونا هم ندارین تو یوتیوب بزنین سلف دفند کلاس میاد، همه چی میاد، فارسیش هم فکر کنم هست. بزنین دفاع شخصی یاد بگیریم، مخصوصا اگه دخترین، مخصوصا اگه مجبورین که خیلی جار تنها بریم بیاین. دفاع شخصی مهمترین چیزی که تو زندگی باید یاد بگیری. اول شنا، بعد دفاع شخصی. هیچ وقت هم بهشکی اعتماد نکنین، مخصوصا تو پابلیک هستین. اگه یه نفر حتی خیلی بهتونم کمک میکنه به اون اتفاقا بیشتر شک کنین. اگه نمیدونم یه جا هستین یه نفر کمک میکنه وسایلتون رو براتون میاره، نمیدونم بهتون میخواد راهو نشون بده، بگین بیا من میرسونم اینا، خدا نگهدار. نه 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 نه، همیشه به همه شک داشته باشین تا اینکه 10 بار خلافش ثابت شه. این از این. بازم میگم توی دنیای ایدئال اصلا نباید هیچ کدوم اینا لازم به گفتن می بود. جمله فقط همشه بگفتم. ولی متاسفانه هست و حواستون رو لطفا جمع کنین، مواظب خودتون باشین. تو ولاگ فردا میبینمتون.